سلام برادر خاره عزیز، مهمونای عزیز. همینطور که برادر عزیزمون آرش گفت، امروز هم یک روزی هست. مطمئن هستم زمانی که در به نام عیسی مسیح اینجا جمع شدیم که خدا میخواد تسلی بده، بنا کنه، آزاد کنه و همه چیزای مثبت، چیزی که جان ما واقعا احتیاج داره و جان ما تشنه هست، اینو به دست بیاریم. آمین. باور میکنین؟ بعضی وقت هم هست که خدا به هر حال روش‌های خودشو داره. بعضی وقت هست که با محبت ما رو احاطه میکنه، تسلی میده. بعضی وقت هم هست که خدا باید با شمشیر بیاد. سکوت با شمشیر، مخصوصا تو این چند مدت گذشته که در مورد انسانیت کهنه ما صحبت کردیم، بزرگترین دشمنی که تو داری خودت هستی. میدونستی این انسانیت کهنه است که ما رو واقعا به ورشکستگی میاره، آرامش ما رو میدزده، سلامتی ما رو ور میداره. و همینطور هم که هفته هایی هست که در مورد صحبت میکنم، مقصر کیه؟ شیطانه؟ شبانه؟ همسرت؟ خود من هستم، باید بگی خود من هستم. و امروز هم میخوایم دوباره ادامه بدیم، میدیم خدا امروز چه هدیه‌ای هست، چه گنجی هست که خداوند به تو میخواد ببخشه. با این آیه میخوام شروع کنم، در متی باب 10 آیه 34: گمان مبرید که آمدم تا صلح بر زمین بیاورم، بلکه نیامدم تا صلح بیاورم، بلکه آمدم تا شمشیر بیاورم. واقعا زمانی که یک کسی که هنوز ایمان نداره اینو میخونه، دیگه واقعا شوکه میشه. نه، اولین باری که اینو شنیدم گفتم خودم یه درست ترجمه نشده یا یک مشکلی من دارم. خب خدا محبته، خدا چطور میتونه شمشیر بیاره؟ نه، میگه که من آمدم صلح بیاورم. و معمولا هم که ما میایم کلیسا، ما میخوایم پیش خداوند بیاریم، دنبال چی هستیم؟ نمیای خداوند الان ما آمدم به تو، میخوام از تو شمشیر رو، بلکه تو آمدی میگه خداوند صلح و سلامتی میخوام. نه، فقط اینجا عیسی مسیح میبینم که میگه که من نه آمدم که صلح بر زمین بیارم، بلکه شمشیر. و خیلی هستن که از این آیه سوء استفاده میکنن و همینطور درست تعبیر نمیکنن. و واقعا هم بعضی وقت هم عیسی مسیح باید، زمانی که بعضی کلام ها رو نگاه میکنیم، واقعا نگاه میکنیم عیسی مسیح اونجا مثل یه دشمن جلوی ما و مثل اینکه باید یک جنگی، یعنی با اونم مستقیم بلکه با کلام او باید بجنگیم. و فقط اگر درست اینو متوجه شده باشیم، این کلام که زمانی که عیسی مسیح میگه که من شمشیر آوردم، باید اینطوری نگاه کنی که عیسی آمده تو رو چه کار کنه با این شمشیر؟ از خودت آزاد کنه. تقریبا میشه گفت که زمانی که روی سرطانی دارید و مریض هستی، میری بیمارستان، اونجا دکتر نمیاد با نوازش و میگه که باشه اوکی، الان این سرطان رو ماسمالی میکنیم، حالا یه جوری تمام میشه. نه، یک آلمانی میگن سکالپل، یعنی یک چاقوی خیلی تیز، چاقوی جراحی میاره. چرا؟ تو رو آزاد کنی از این غده. آمین. به این خاطر زمانی که عیسی مسیح در این قسمت صحبت میکنه، میگه که من آمدم با این شمشیر که کلام خداست، که تو رو از خودت آزاد کنم. من با این شمشیر آمدم علیه این نیروهای تاریکی و علیه این انسانیت کهنه که در تو رو به نابودی میرسونه آزاد کنم. با این دید باید نگاه کنیم. کسی هست که میتونه بگه آمین؟ آمین. یه خبر خوشیه، خدا آمده با این چاقوی چی بود؟ جراحی، که تو رو آزاد کنه. هدف خدا آزادی توست، هدف خدا شادی توست. و به این خاطر عیسی مسیح امروز هم مثل هر روز برای تو می جنگه.
در همه قسمت های زندگی تو و هر جایی که او را تو را هدایت میکنه، میجنگی که تو را آزاد کنه. او برای ما مبارزه میکند، اینطوری نوشتم اینجا. برای ما اینجا نوشتم، یا برای ما مبارزه میکند تا ما را برای آنچه که خدا ما را برای آن آفریده برساند، به طوری که او برای ما میجنگه که هر روز در پیروزی او پیروز شویم. یعنی بهترینش رو خداوند میخواد برای ما. ما فقط چون تصور درستی از خدا نداریم، فکر میکنیم فقط خدا باید بیاد به ما ببخشه، همه چی رو برای ما آماده کنه که ما در این صلح زندگی میکنیم، تصور اشتباهی داریم. و زمانی که خدا میاد با یک چاقو، با یک کلامایی که واقعا مثل شمشیر دودم در زندگی تو وارد میشه، اون موقع چون تصور اشتباهی از خدا داریم، اونجا میترسیم، کنار میکشیم و این قدمهایی که باید پیروی کردن با عیسی مسیح باید برداریم کنار میکشیم و شروع میکنیم زندگی خودمون رو بسازیم، زندگی خودخواهی خودمون رو بسازیم. در یوحنا باب 14:27 اینجا میگه که قبل از این چی خوندی؟ من برای شما سلامتی نمی آورم بلکه شمشیر، درسته؟ الان می بینیم که در یوحنا باب 14:27 میگه که سلامتی برای شما میگذارم، یعنی سلامتی که در این دنیاست. باشه، اینا رو برداریم. بعد از این میگه سلامتی خود را به شما میدهم، نه چنان که جهان میدهد من به شما میدهم، دل شما مضطرب و هراسان نباشه. چقدر عالیه نه؟ عیسی مسیح میگه که ببین، اینجا در این دنیا به هر حال یه سلامتی هایی هست که سلامتی ابدی نیست، سلامتی هست که از یک هر طوفان همه چیز از بین میریزه. مثل یک ساختمونی هست که با الان دیدین که چند روز پیش بود تو فلوریدا بود نه، یه طوفانی آمد، تمام خونه هایی که از چوب ساخته شده همه چی به هم ریخت. با نسیم گفتم که واقعا این افرادی بودن واقعا سالها کار کردن، خونه رو، خرجای خونه رو دادن، تو وام افتادن، یه خونه ای ساختن، یه طوفانی میاد همه چی ریخت، به هم ریخته، تمام چیزا، وسایلی که بود همه چی از بین رفت. و اینجاست که خداوند میگه که این صلح و این سلامتی که تو در این دنیا احتیاج داری و دنبالش هستی، پول، امنیت، نمیدونم همه چیز، چیزی که ربطی به خودت داره، نگهداری، این یک چیزی هست که از هر یک مشکلی، هر طوفان از بین خواهد رفت. یک بیماری در زندگی تو اتفاق بیفته، همه چی را از دست دادی. نزدیکترین شخصی که تو داری، پدر، مادر و هر کسی هم از میمیره، سلامتی رفته، صلح رفته. و اون موقع است که سوال میکنیم، و خیلی هستن از خانواده خودمون، خیلی هستن که واقعا سالها تو این غمی افتادن به خاطر اینکه کسی رو از دست دادن. و اینجا عیسی مسیح میگه که ببین، من آمدم سلامتی خودم رو به تو ببخشم. چی فکر میکنی؟ چه سلامتی هست؟ توی سلامتی خدا افسردگی هست؟ ناراحتی هست؟ یا همینطور که بعد از این میگه استراب، ترس؟ نه، یه سلامتی هست که ابدیه، یک سلامتی است که هیچ طوفان نمیتونه از بین ببره. این سرود آخرم که خوندیم، به این خاطر این سرود رو انتخاب کردم که واقعا بیشتر درک کنیم. یا یوحنا باب 16:33، بدین چیزها به شما تکلم کردم تا در من سلامتی داشته باشید. در جهان برای شما رنج و زحمت خواهد شد، ولیکن خاطر جمع دارید، زیرا که من بر جهان غلبه شدم. آمین. میتونیم بلند آمین بگیم؟ این یه چیزی هست که برای ما گفته شده. بگی که به هر حال گفته که تو این دنیا رنج و درد هست، من غلبه یافتم، من پیروز شدم و الان من میخوام شما رو شریک پیروزی خودم بکنم. و این سلامتیه که ابدیه، سلامتیه که هیچ کسی نمیتونه از تو بدزده، به تو ببخشم.
سلامتی خود را به شما میدهم، نه چنان که جهان میدهد. امروز هم این قسمت یوحنا باب 14 بود و اینجا هم میگه که در این دنیا به هر حال سلامتی هایی هستن، فقط یک سلامتی که به شما خواهم داد ابدیه، و آخرش هم که میگه که من غلبه شدم، یعنی من پیروز شدم و این میخوام شریک پیروزی خودم بکنم. به این خاطر آیه اول رو که نگاه میکنی میبینی که گمان مبارید که آمدم تا صلح بر زمین بیاورم، نه آمدم تا صلح بیاورم بلکه آمدم شمشیر. یعنی کار خدا اینه که تو رو آزاد کنه. و زمانی که ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح، زانو زدیم و اعتراف کردیم و گناهکار هستیم و خداوند بیا در قلب من، زندگی من رو دیگرگون کن، اولین چیزایی که ما همه ما تجربه کردیم اینه یه بار گناه ما از ما ورداشته شده. اصلا کلن این یه باری ورداشته میشه، اتوماتیک یک سلامتی میاد، یک آرامشی میاد و این همه ما تجربه کردیم، نه؟ و یه حداقل یک ماه، دو ماه، سه ماه در این آرامش زندگی میکنیم، در این محبت زندگی میکنیم. اولین باری هست که روح خدا میاد با روح ما یک میشه. اون موقع هست که احساس میکنیم و همینطورم باورم میکنیم که واقعا من مورد محبت خدا هستم، خدا منو دوست داره. یه قطره های محبته چشیدیم و این باعث شده که یک چیزی در ما روشن شده. این باعث میشه که میایم کلیسا بگیم بیشتر میخوایم، بیشتر میخوایم از کلام، بیشتر میخوایم از این روح خدا. و بعد از این مدتی که میایم اینجا، بعد از یک مدت خدا میگه که زو الان که به یه جای رسیدین، الان یه قسمت هایی از من چشیدین، الان چیزای عمیق باید در شما انجام بدم. و این به هر حال آزادی خودت از این انسانیت کهنه. و اینجاست که مشکلات شروع میشه. اگر یادت باشه هفته گذاشتم در مورد لوقا باب 11 آیه 21 همونجا خوندیم که میگه که یک مرد زورآور، در موردش صحبت کردیم، یک مرد زورآور در توست و اونجا حکومت میکنه. فقط اینجا میگه که اما چون شخصی زورآورتر از او آید، بر او غلبه یافته، همه اسلحه او رو که بدان اعتماد میداشت از او میگیرد و اموال یا غنیمت او را تقسیم می کند. کسی که با من نیست برخلاف من است و آن که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. اینجا این مرد زورآور همون روح خداست که در ما قرار گرفته و می خواد الان تمام خونه خدا که بدنهای ماست که پاک کنه، تقدیس کنه، آزاد کنه. الان قسمت هایی هست که توی اول قرنتیان نوشته که آیا نمیدونین که بدن شما هیکل روح القدسه؟ روح خداست، یعنی خداست در این بدن ما ساکن شده. یه چیزی هست که واقعا میتونم بگم موافق طبیعی، هیچ فرقه، هیچ دینی وجود نداره که مثلا بگی که خدا الان واقعا خدای حی، خدای زنده، خدای خالق در من قرار گرفته، در من ساکن شده. هر چیزی که ساکن میشه جز از دیو و شریر و نیروهای تاریکی نیستن. و اینجاست که کار خدا اینه که وارد بشه. فقط الان زمانی که این اتفاقا در زندگیمون افتاد، الان کار خدا اینه که با اجازه ما، با تصمیمای ما بتونه شروع کنه در ما کار کردن. زمانی که یک شخص ایماندار میشه، نجات پیدا میکنه، معمولاً که ور می‌داری میگین که اون موقع خودت رو سپردی به عیسی مسیح، تو مال خدا هستی. تنها چیزی که مونده چی بود؟ هفته گذشته یا دو هفته پیش در مورد صحبت کردیم، یادتون هست؟ چیزی مونده، چه چیزی مونده در ما؟ حق ماست، یعنی اراده. اراده‌ای هست که هنوز در اختیار توست. تو باید تصمیم بگیری دنبال چی هستی. این خیلی مهمه. اراده یعنی مثل اینکه تخت توست، جایی که تو نشستی و دستور میدی و انتخاب میکنی. و کار شیطان عزیزان و انسانیت کهنه از همین حق یا از همین اراده میخواد استفاده کنه که ملکوت خودشو بسازه، کار خودشو انجام میده. و تو اونجا در اون وسط قرار گرفتی، باید تصمیم بگیری. اگه یادتون باشه همینطورم در زمان آدم و هوا چی بود؟
خدا به آدم و حوا این حق انتخاب رو داده، درسته، اراده رو داده، تصمیم بگیر چی میخوای. و متاسفانه متوجه شدیم که آدم و حوا علیه کلام خدا یا کلام خدا یا این حکم خدا ایستادن و همینطور از این درخت معرفت و نیک و بد خوردن و به این خاطر گناهکار شدن. به این خاطر آنچه که شیطان دنبالش هست عزیزان اراده ماست و هدفش اینه که برای من تصمیم بگیر و تو با اراده خودت با تصمیمای خودت نشون بدی آیا خدا رو میپرستی یا خودت رو میپرستی. مطمئنم که نمیری پیش شیطان میگی که شیطان تو رو میپرستم. فقط زمانی که تو از انسانیت کهنه تو که از ریشه شیطان به وجود آمده اطاعت میکنی میپرستی او رو. گوش میکنی؟ زمانی که از انسانیت کهنه که از ریشه شیطان در تو قرار گرفته اطاعت میکنی برده او میشی و او رو میپرستی. اینجا میایم اینجا و همینطور هم خدا رو میپرستی، میگی عیسی تو پادشاه من هستی، در زندگی روزمره تو همکاری میکنی، اطاعت میکنی و تصمیمایی که میگیری برای تصمیمایی هستن که بیشتر اینجا که نوشته کسی که با من نیست برخلاف منه، علیه خدا میایستی و نه جمع میکنی بلکه پراکنده میکنی و یعنی خودت زندگی خودت رو پراکنده میکنی. گوش میکنین عزیزان؟ فرقه هایی هستن که مثل فرقه چی بود؟ نه مرمون نه ای خدا کدیکی بود؟ آلمانیش هم فارسی رو اصلا نمیدونم. ارمنی هم اصلا نمیدونم، نه یادم نیست، فراموش کردم. باشه اوکی بگذاریم. برحال یک فرقی هست حتما یادم میفته که زمانی که خودش اونجا میسپاری اونجا به تو تسلی میدن، اونجا تو رو بنا میکنن، فقط ظاهری یعنی انسانیت کهنه رو، و یک آرامشی میدن که آرامش کاذبه و با این حال اراده تو رو به دست میارن و دیگه خودت دیگه مال خودت نیستی، مال این سازمان یا این فرقه هست. نه شهادن یهوه نیست، نمیدونم الان بیان ساینتولوژی، مرسی ساینتولوژی پیداش کردیم، هللویا مرسی ساینتولوژی. یا و دنبالتو میان و زمانی که اونجا چند تا چیزای احساس میکنی، درک میکنی و به تو اعتماد به نفس میدن، میدم همه چی کاذبه، این ربطی به انسانیت کهنه داره، اونجا احساس میکنی که پذیرفته شدی، یه کسی هستی و بعد از این میگن که باید پولتو بدی اگر میخوای بیشتر آزادتر بشی، بیشتر پول و اینطوری چون اراده خودت رو فروختی زیر تسلط اونا قرار گرفتی، اونا روی تو بازی با تو بازی میکنن و این به اسم نشانش هم همینطور که صلیب هم هست، یه صلیبه و یه چیزی هم دورش هم هست. یا یعنی یه کسی که اراده تو رو داره تیگه تو برده اون هستی و فرقه های زیادی هستن، همینطور شهادان یهوه هم اینطوری تو رو ول نمی کنن. زمانی که یه بار رفتی اونجا شماره تلفن رو دادن دایما دو زنگ می زنن میان اونجا سعی می کنن با زور تو رو بکشن. خدا رو شکر خدای ما هیچ کسی زور نمی کنه، بلکه این حق انتخاب رو مبا داده که خودمون باید تصمیم بگیریم دنبال چه چیزی هستیم، چی می خواهیم. این نشانه محبت خداست. پس اینطوری باید نگاه کنیم. این موعظه هایی گذاشتم که در مورد صحبت کردم این بود که تصمیمای تو که در زندگی روزمره تو میگیری زیر کدوم
تسلطی هست؟ آیا واقعا اراده خدا رو انجام میدی؟ آیا واقعا اراده خدا رو جستجو میکنی و سعی میکنی همینطور احکام او رو نگه داری یا نه؟ زمانی که عیسی مسیح رو نگاه میکنیم، یوحنا باب 5 آیه 30 خیلی جالبه که اینجا میگه که من از خود هیچ نمیتوانم کرد. این کی میگه؟ عیسی مسیح. یعنی باور میکنین عیسی مسیح نمیتونست هیچ کاری انجام بده؟ خودش میگه که خودش خداست، پسر خدا، پسر انسان، معجزه هایی میکرد، مردگان رو زندگی میکرد. فقط آخر اینجا میگه که من از خود هیچ نمیتوانم کرد. یعنی تسلیم کلن خدا بود. بلکه چنان که شنیدم داوری میکنم و داوری من عادل از زیرا که اراده خود طلب نیستم، بلکه اراده پدری که مرا فرستاده است. اینجا میبینیم که عیسی مسیح که بهترین زیباترین الگوست، میگه که ببین من نمیتونم هیچ کاری انجام بدم، من میتونم تصمیم بگیرم، من میتونم هر کاری حسب کنم، فقط من چون آمدم اراده پدر رو انجام بدم، بدون او، بدون شنیدن او، من هیچ کاری نمیخوام بکنم و نمیتونم بکنم. اگه عیسی مسیح که پسر خدا و کامل در همه قسمت روح و نفس و بدن بود اینطوری صحبت میکنه، پس من چی هستم؟ تو چی هستی که چه قدمایی هست که ما باید برداریم و همینطورم اراده خودمون رو زیر کدوم تسلط، تو روی کدوم میگم تسلط، زیر کدوم تسلط میگم؟ ها؟ نفهمیدم. نسی چی میگی؟ زیر کدوم سلطه قرار میدیم؟ یا اشتباه؟ سلطه. گود. و ما میدونیم که هدف خدا آمدن عیسی مسیح اینه که تمام طبیعت رو، تمام خلقت خودش رو نجات بده، آزاد کنه. در رومیان باب 8 همونجا در این قسمت هم نوشته. و عیسی مسیح برای خودش زندگی میکرد و زندگی که مرد که میکرد فقط گوش کنه اراده خودش رو زیر تسلط پدرش بیاره و همینطور هم بتونه اراده خدا رو انجام بده. و ما هم همینطور که شبیه خدا ما خلق شدیم و عیسی مسیح برای ما آمد و گناهای ما رو روی صلیب کشید، الان ما هستیم که باید تصمیم بگیریم برای کی، برای چی میخوایم زندگی کنیم. هدف زندگی تو چیه؟ عیسی هدفی داشت، به این خاطر تصمیمایشون طبق هدف خودشی که داشت انجام داد. اگر تو برای زندگی خودت هیچ هدفی نداشته باشی، الان ایماندار هستی و فکر میکنی الان عیسی مسیح آمده اینجا، الان نجات پیدا کردی، الان باید صبر کنی، زندگی خودت اینجا همه چی رو درست کنی و منتظر آمدن عیسی مسیح هستی، من فکر میکنم اونجا توی یک دروغی زندگی میکنی. هدف خدا اینه که عزیزان، و اینم یک قسمتی حقیقت هم هست که باید هم نگاه کنیم، چند مدت هست هم که در موردش هم صحبت کردم، هدف خدا این نیست که من برای آینده فکر کنم، فقط برای آینده زندگی کنم. این درسته، من الان میدونم آینده من کجاست، اینا 100% میدونم، باور میکنم چون نوشته شده، باور میکنم من حیات جاودانی رو دارم. تو باور میکنی؟ امروز بمیری کجا چشماتو باز خواهی کرد؟ اینو ما میدونیم و فقط حیات جاودانی رو داریم. فقط الان آیا واقعا یک روز با عیسی مسیح سلطنت خواهم کرد؟ اینو هنوز نمیدونم. اینا در این حال ما زندگی میکنیم روز به روز که شبیه خدا بشیم. آمین. یه قسمتی هست که من زندگی میکنم، میگم خداوند یک روز در حضور تو خواهم آمد، یک روز چشمای من تو رو خواهد دید، یک روز جلال تو رو خواهم داشت، یک روز خداوند منم همینطور شریک جلال تو خواهم بود. برای این زندگی میکنم. فقط این تنها نیست. ما زمانی که اینو نگاه میکنیم فقط یه چیزی رو فراموش میکنیم، امروز من زندگی میکنم، امروز چطور باید زندگی کنم، امروز خدا چی میخواد، شریک چی، چه قدرتی باشم، چه محبتی، چه اقتداری باشم. مسیحیت فقط این نیست که یک روز من نجات پیدا خواهم کرد، مسیحیت اینه که امروز چطور من با عیسی راه میرم و چطور با از این اقتدار، از این محبت، از این حیاتی که به من داده میتونم استفاده کنم که جلال او رو نشون بدم، قدرت او رو نشون بدم. هدف خدا اینه که امروز
من اینجا هستم، امروز من میخوام با تو برم، امروز قدرت من برای تو هست، امروز میتونی در پیروزی من شرکت کنی، امروز میتونی غلبه بیابی. اینجا نگفته که این قسمتی که ما خوندیم در این دنیا رنج و درد هست، فقط خوشحال باشی من غلبه یافتم. الان میتونم یا خب مشکل نه مشکل بلکه اوکی تو هستی، تو غلبه یافتی، من چی؟ و اینجا عیسی مسیح میگه که چون من غلبه یافتم و تو با من شریک شدی در زندگی روزمره تو میتونی در همه قسمت ها میتونی غلبه بیابی، تو هر فشار، تو هر مشکلایی که قرار گرفتی. عیسی مسیح زمانی که نگاه میکنیم در متی باب 14 میبینی که شاگردان خودش رو زور کرد، گفته که برین تو قایق، برین اون طرف دریا، درسته؟ زور کرد، نه پیشنهاد نکرد، گفته چی فکر میکنی بریم یا نریم. نه، خدا بعضی وقت زور میکنه تو رو، درم پشتش میبنده، یعنی پشت تو میبنده. بعد از این توی قایق هستی، بعد از این سرود هم که خوندیم، بعد از این توی طوفان هستی، و در این قسمت هاست که خداوند میخواد نشون بده ببین من خدای طوفان ها هستم. فقط اگه من تو رو تو طوفان نندازم هیچ موقع نخواهی دید که من در طوفان هستم. پس من باید تو رو تو طوفان های دنیا قرار بدم، در تمام قسمت هایی که فشارهایی هستن، حمله هایی هستن، ناعدالت هایی هستن، چیزایی در زندگی تو اتفاق میفته که سر در نمیاری، دادم میزنی هیچ صدایی هم نمیاد، فقط من میخوام یاد بدم من اونجا هستم، من که هستم که هستم، اینو میخوام یاد بدم. اینجاست که سلامتی و صلح و آرامش توست. در وسط طوفان‌ها آرامش داشتن نشانه ایمان ماست. آمین. و این چیزایی هست که خداوند دوست داره به ما یاد بده، به این خاطر شمشیر رو میاره. چیزی که در طوفان‌ها یا چیزهایی که در طوفان‌ها و در مشکلات آرامش تو رو می‌دزدن چیه؟ اضطراب، ترس، نگرانی، درسته؟ این از کجا، از کدوم ریشه میاد؟ از انسانیت کهنه. و خدا میگه که الان من نمیتونم، الان مثال میگم این انسانیت کهنه هم در تو هست، الان در طوفانا در همه قسمت ها الان آرامش بدم. نه، من باید تو رو جدا کنم از همه چیزی که تو رو به اون حال میندازه. به این خاطر شمشیر احتیاج هست که کلام خداست، روح خداست، هدایت خداست. شمشیر جدا میکنه ما رو. از چی جدا میکنه؟ اگه این قسمت های لوحا رو باب 14 رو میخونی، واقعا بعضی وقت هست که واقعا دیوونه میشی. میگه که من آمدم تو رو از مادرت، از پدرت، از دخترت، از همه چی جدا کنم. بریم بخونین. هر کسی که پدر مادرشو بیشتر از من دوست داشته باشه لیاقت منو نداره. آخر عیسی جان قربانت برم، تو گفتی که مادرم رو باید احترام بذارم، پدرم رو احترام بذارم، دخترم رو دوست داشته باشم و و و و خیلی چیزایی هستن. فقط اینجا میگه که کسی که پدرش، مادرش، دخترش، پسرش، کارش، پولش و هر چیزی از بیشتر از من دوست داره لیاقتش منو نداره. نگفته که دوست نداشته باشین. اگه پدرت، مادرت جای منو گرفته، پس هنوز انسانیت کهنه در تو قرار گرفته و تو رو به چی میگه استراب میرسونه، ترس میرسونه. مبادا مبادا دخترم رو، پسرم رو اتفاقی بیفته. این ترس هی دایما هست. و از زمانی که مسیر رو مرکز زندگیمون میکنیم، همه چی نظم پیدا میکنه تو زندگیمون. من بایستی یک دخترم رو دوست دارم،
دختر منه. من باید سالها پیش تصمیم میگرفتم، گفتم خداوند حتی اگه دخترم رو نجات پیدا نکنه بره جهنم، خداوند من تسلیم تو هستم، من میخوام آزاد باشم از همه چی، نمیخوام نگران بشم کی ایمان میاره، چطور ایمان میاره، این میشه اون میشه، نه من نمیخوام دیگه مغز منو با این مشغول کنم، با نگرانی ها. تو خدا هستی، اعتماد به تو دارم، نه اعتماد دارم تو همه رو نجات بدی، نه. خیلی دخترها پسرهایی در این دنیا هستن ایمان نمیارن به عیسی مسیح، آمین یا نه؟ من یه مرد مخصوصی هستم که باید به خدا بیاد بگه نه تو مرد مخصوصی هستی، من باید همه کار رو دارم. نه، پدرم مرد بدون عیسی، مادرم مرد، برحال ایمان میگم که مذهبی داشت، برادرم، خواهرم، کوزینه، کوزان، هیچ کسی از خانواده ما نجات پیدا نکرده. فقط من میتونم بگم خودم تنها کاری که میتونم بکنم برای برادرم، برای خواهرم، برای دخترم، برای دعا کنم، نمونه ای برای ایشان باشم. فقط تو خدا هستی، تو سلطنت میکنی و تو مرکز هستی و میتونم بهترین چیز رو تو آماده کردی برای من و نقشه های تو بی نهایت عظیم است. من فکر من نمیرسه کی نجات پیدا میکنه، کی نجات نمیکنه، چی بیام بشینم خودم رو مشغول کنم به این چیزا، نه خداوند، من تصمیم میگیرم تو مرکز زندگی من هستی، تسلیم تو هستم و با این حال این صلح، آرامش و هر چیزی که ما احتیاج داریم برای این دنیا به دست میاریم و میتونیم اینطوری زندگی کنیم. عزیزان، هر چیزی که ما احتیاج داریم و زیبایی شمشیرینه، عزیزان زیباترین شمشیرینه که عیسی مسیح همه چیز رو از تو دور کنه. میدونی چرا؟ همه چی رو از تو ورداره، جراحی کنه. چرا؟ که خودش رو به تو ببخشه. و انسانیت کهنه به تو میگه که چیزی که تو احتیاج داری من هستم. انسانیت کهنه به تو میگه همه چیزی که تو احتیاج داری من هستم. یعنی انسانیت کهنه به این خاطر عیسی مسیح آمده و با این شمشیرم که میاد تو رو از همه چی آزاد کنه که آخر خودش رو به تو ببخشه. و زمانی که او رو داری همه چی رو داری. و چون ما ناآگاه هستیم، چون هنوز ما برای ما مکاشفه نشده، چون ما اونقدر مشغول زندگی خودمون هستیم، فقط چیزای دنیاری رو میخوایم، چیزایی که احساس میکنیم این چیزایی هست که ما رو ارضا میکنن. فقط ما نمیدونیم عزیزان چه گنجی هست که خداوند میخواد به ما ببخشه و این خودشه. بعضی وقت ما از عیسی صحبت میکنیم مثل که واقعا فقط یک شخصیه، اصلا متوجه نمیشیم خداست، خادر متعال، خدای محبت، خدای پری فیض، پری رحمت، پری صلح و سلامتی و شالوم. این خدای هست و خدا میگه که من میخوام ببرم همه چی رو از بین ببرم با اجازه تو، نه بدون اجازه تو، که آخر خودم رو به تو بسپارم. همه چیزهایی اینجا که نوشتم، نمیدونم خوندی یا نه، همه چیزهایی که خدا در زندگی ما به ارمغان می آورد یا اجازه می دهد، همه چیزی که او می خواهد از ما جدا کند و آزاد سازد به دلیل این هست که او خودش رو به ما ببخشد. اگر از این موعظه حداقل اینو فهمیده باشید،
اون موقع ما دور خودمون نمیچرخیم. اون موقع ما هر فشاری که میاد، هر دردی میاد، هر چیزایی که سراغ ما میاد، هر فشارهایی که ما قرار میگیریم، هر طوفانهایی قرار میگیریم، میدونیم که این هدف خدا اینه که آخر خودشو به من ببخشه. چیزی که جان من احتیاج داره عزیزان، جان تو احتیاج داره، تنها و تنها عیسی است و تنها عیسی است. این سرودی که یادتون هست خوندیم، کیست که آب یاد به شراب تبدیل کنه؟ تنها عیسی، عیسی فقط، عیسی تنها، عیسی، عیسی عالی و یا شگفت انگیز، بسیار عالی، تنها عیسی، تنها عیسی، هللویا. این چیزی هست که عزیزان ما احتیاج داریم و تو احتیاج داری. تو احتیاج به عیسی داری، چیزی دیگه وجود نداره که جان تو رو شفا بده، آزاد کنه، به آرامش، به شادی و به پیروزی زندگی، با پیروزی زندگی کنی. آمین. به این خاطر زمانی که این کلام رو دوباره که بخونی، میگه که من نه آمدم که صلح بیارم، من آمدم که شمشیر رو بیارم. لذت میبرم از این کلام. میگه مرسی خداوند، چقدر عالی است، تو آمدی خودت رو به من ببخشی، تمام قسمت های سلولای تو که در من قرار بگیره، من شریک طبیعت تو، جلال تو باشم خداوند، و به این خاطر اجازه میدی این شمشیر در من کار کنه. مرسی عیسی جان که تو در حال جراحی هستی، منو از این انسانیت کهنه آزاد میکنی، و این انسانیت کهنه نمیره داوطلبانه. انسانیت کهنه باید جراحی بشه. بعضی وقت با چاقو، بعضی وقت در آتش. این دورانهایی که ما خدا ما رو هدایت میکنه تو این بگم مشکلات، طوفانها، عزیزان آتش خداست که ما رو ذوب میکنه، پاک میکنه، تقدیس میکنه. این انسانیت کهنه سنیخزیدن چی میشه فارسی؟ مشکل با آتش داره، اینطوری بگم. انسانیت کهنه آتش رو نمیتونه تحمل کنه. گوش میکنی؟ روح خدا خودش آتشه. زمانی که دعا میکنی، ای روح، ای آتش خدا، روح آتش خدا بیا منو فرو بگیر، نه؟ فکر نمیکنی الان این آتش میاد تو رو بسوزونه؟ این آتش نشانه قدوسیت خداست، درسته؟ و زمانی که خدا تو رو به یه جاهایی قرار میده، دفعه دیگه در موردش موعظه خواهم کرد، این آتش های این دنیا، آتش های خدا، وارد یک مرحله هایی که میکنه که گرمتر میشه، گرمتر شده، داغ میشه، و بعد از اینم از پایین آتش میاد. چی فکر میکنی؟ این انسانیت کهنه چی میکنه؟ میسوزه، از بین میره. و زمانی که تو اینجا استادی در این آتش که خدا تو رو هدایت کرده و اونجا منتظر خدا هستی، نسیم در موردش موعظه کرد دو هفته پیش در مورد صبر، صبر خدا، مرسی خدا من منو الان انداختی توی این کوزه یا دیگ و الان اینجا آتش و حرارت رو بیشتر میکنی. یا این چی میمیره؟ تو نمیمیری، این انسانیت کهنه است، اون که دائما تو رو اسیر میکنه، این است که میمیره، اوست که داد میزنه آتش آزادی. تو هم صبر میکنی، میگی که من منتظر تو هستم عیسی جان، شکرت میکنم، مرسی، منو آزاد میکنی، منو آزاد میکنی، تحمل میکنم، صبر میکنم. و این صدای انسانیت کهنه دائما دادش، فریادش بیشتر و بیشتر میشه، نه؟
کجا هستی خدا؟ چی هستی؟ نمیدونم هزار تا اون موقع تمام آشغالای زندگیمون بیرون میاد. و اینجاست که خداوند میگه که به وعده های من نگاه کن. به وعده های من نگاه کن. نجات تو از تو و آزادی تو از تو دور نیست. مگه به تو نگفتم قوی باش، بایست، منتظر من باش. موعظه ها رو، سرود هایی که میخونیم، کسانی که منتظران خدا قوت خواهند گرفت. آمین. به این خاطر تا عهد جدید بیشتر از 750 تا وعده هایی نوشته. این وعده های نوشته برای چی؟ که زمانی که ما در این جاها قرار میگیریم، در این فشار ها، در این طوفان ها قرار میگیریم، تنها یه چیزی هست که تو رو نگه میداره: ایمان، اعتماد به وعده های خدا. مثل یه تنابی هست که ور میداری و منتظر هستی. این آیه که هفته های پیش میخوندیم چی بود؟ چنان که قوت الهی او همه چیزها را برای حیات و دینداری لازم هست به ما عنایت فرموده است، تا به معرفت او که ما را از رب جلال و فضیلت خود دعوت نموده، که به واسطه آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به من و تو داده شده، تا شما و ما با اینها شریک طبیعت الهی گردیم و از فسادی که از شهوت در جهان هست خلاصی یابیم. آمین. این وعده های خداست عزیزان منو نگه می‌داره. این وعده های خداست که باور می‌کنم در بن‌بست‌ها خدا درو باز خواهد کرد. چطور باز خواهد کرد نمی‌دونم. بعضی وقت واقعاً کار مافوق طبیعی احتیاج هست و این کار می‌کنه. ما این سرود رو خوندیم، برای خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست. بعضی وقت دور و بر تو 4 تا دیوارهایی هستن همه بسته و یه هم میبینی خدا از بالا میاد تو رو برمیداره میذاره یه جای دیگه. آمین. به این خاطر عزیزان، وعده های بسیار زیادی هستن. ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا او که در شماست بزرگتر از آن که در جهان است. این یه چیزی هست که برمیدارم عنوان یک وعده و عنوان یک هویت. من کی هستم در مسیح؟ یا من غلبه یافتم. زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می‌یابد. نوشته شده؟ یا زیرا آنچه از خدا مولود شده، از خدا مولود شدی؟ خیلی کم اینجا مولود شدن. یه نفر هم اضافه شد. ما باید بگیم آمین، من از خدا مولود شدم، خدا در من ساکن است، حاکم است. امیدوارم حاکم باشه، فقط ساکن حتما هست. زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه یافته و غلبه ای که در دنیا مغلوب ساخته است ایمان ماست. ایمان، اعتماد به وعده های خدا. خدا، من روی این چیزها من می ایستم و مرسی که بهترین چیز رو برای من داری. با وجود همه این چیزها ما به چیزهای فراتر از پیروزی دست یافته ایم به واسطه او که ما رو محبت کرده. رومیان به 8 آیه 8. نه کجا رفتی؟ خیلی زود رفتی. این آخرین آیه هست، شماره 11 است. شماره 11 است. یا وجود همه این چیزهایی که ما به چیزهای فراتر از پیروزی دست یافته ایم به واسطه او که ما رو محبت نمود. قوت هر چیز رو دارم در مسیح که مرا تقویت میکنه. اینو که دائما ما حرف میزنیم، نه، و میتونم به همدیگه اعلام میکنیم، فقط مهم اینه که خودمونم باور کنیم. یا بعد از اینم، تو رو هرگز رها نکنم و تو رو ترک نخواهم نمود. بنابراین ما با دلیری تمام میگوییم خداوند مدد کن
مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود. انسان به من چی میکنن؟ این وعده هایی هست که تو هر جایی که قرار میگیری و خدا این وعده ها رو در زمانی درستی که تو رو هدایت میکنه این وعده ها رو میگه که از این وعده، از این کلید استفاده کن. انسان چی میکنن اگه خدا با توست؟ زیرا که چون خدا عذاب کشیده، تجربه دیده، استعاد دارد که تجربه شدگان را اعانت کند. این هم مثلا یک چیزی هست. در هر موقعی که یه فشار بسیار زیادی قرار گرفتم میتونم بگم که کیست میتونه درک کنه؟ نسینم نمیتونه منو درک کنه، هیچ کسی نمیتونه منو درک کنه، فقط عیسی میتونه درک کنه، چون همه مشکلای فشارهای آتشای بود او رو عبور کرد، او میتونه منو بفهمه. به این خاطر میدوام پیش عیسی مسیح. هر چقدر بعضی وقتا میرم پیش نسینم میگم برای دعا میکنیم چیز میکنه، فقط نسینم نمیتونه. من چیزی ندارم بهش بگم، در اون لحظه تسلی خدا فقط خدا میتونه بده. من نمیتونم نسرین رو، همسر منه، همه چی رو درک کنم، او نمیتونه منو درک کنه. ما میتونیم تقریبا بگیم آها من میفهمم، فقط عیسی میتونه درک کنه. به این خاطر در همون لحظه میگم خدا من توی فشار، توی درد افتادم، مرسی که تو عبور کردی. این دردهای، یعنی دردهای وجود نداره تو نکشیده باشی، تو رو طرد کردن، توف روی صورتت کردن، روی سرت یه چوبی با چوبی زدن، بی احترامی کردن. فقط مرسی خداوند در این حال این اتفاقاتی افتادی تو منو میفهمی. اونجاست که تسلی میاد، اونجا انسانیت کهنه رو خفه میکنی با این آیه ها. و امید باعث شرمساری نمیشود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به وسیله روح القدس که به ما اعانت عطا شده ریخته شده است. آیه های زیادی هستن عزیزان، این فقط چند تا هست که من اینجا نوشتم. تو کتاب خونه ما کتاب های کوچیکی داریم، اونجا وعده های خداست برای همه موقعیت ها. ما تقریبا 20-25 سال پیش اولین کتابی بود توی کلیسا آلفا اومگا اینجا نوشتیم و چاپ کردیم، در بین 500 تا چیز چاپ کردیم. چون افرادی که ایمان میارن احتیاج به چی دارن؟ احتیاج به کلام دارن. مریض هستی؟ کجا نوشته در مورد مریضی؟ افسردگی کجا؟ قدرت کجا؟ الانم نمیدونم چند تا کتابای مونده، فکر میکنم 20 تا کتابای چیز وعده های خدا موندن. برین و بخرین و شروع کنیم اعلام کردن. شاید یک آیه میخونی فقط میگه که آها فهمیدم، فقط هنوز تجربه نکردی. زمانش میرسه خدا توی یک جایی قرار میده این آیه برای تو باز خواهد کرد، و اون موقع میگه که مرسی خداوند، تو در این حالی هستی که من آزاد کنی از خودم، که آخر خودت رو به من ببخشی. عزیزم زیباترین چیز برای من اینه، الان بیشتر و بیشتر صلیب خدا رو که متوجه شدم و بیشتر باز شده، میدونم که هر کاری که خداوند انجام میده و بزرگترین کار صلیبش بود و مرگ و قیامتش بود، آخر میبینم که هر کاری که خدا میخواد در زندگی من انجام بشه، این تبدیل شدن منظور اینه که خودش رو به من ببخشه، که او رو داشته باشم، واقعا بتونم بگم عیسی واقعا اگه تو رو دارم همه چی رو دارم. نه فقط با زبان بگم، بلکه با تمام وجودم، با تمام دلم بتونم بگم. به این خاطر عزیزان امروز میخوام واقعا در این قسمت هر شخص برای خودش فکر کنه، بگی چقدر خودت رو سپردی، چقدر دنبال این هستی که زندگی خودت رو بازسازی کنی، چقدر این اراده‌ای که خداوند به تو بخشیده و حق انتخاب رو بخشیده برای چی استفاده می‌کنی؟ هدف زندگی تو چیه؟ چرا تو در این حال بد زندگی می‌کنی؟ هدف خدا این نیست. تو فشار می‌تونه باشه، آیا واقعا آرامش رو از دست دادی؟ آیا در سردرگمی زندگی می‌کنی؟ کجا هستی؟ یا خدا می‌خواد تسلی بده، همینطور برادرمون آرش گفته تسلی بده. شاید واقعا تو یه جایی قرار گرفتی نمیفهمی، که واقعا بدونی، حقیقت رو بدونی، عیسی در حال کاره و تصمیمای درستی بگیر. میخوای برای زندگی خودت تصمیم بگیر، بیا اول با خدا مشورت کن، با شبانت مشورت کن، با رهبرش مشورت کن، دعا کنی ببینی اراده خدا چیه. بعضی وقت که خدا تو رو یک آتش گذاشته، دعا نکن که خداوند بیا منو از این آتش بردار. ما معمولا ما اینطوری هستیم، تو مشکلی افتادیم، خدا بیا منو از اینجا بیرون بیار. این اشتباه است.
مسلم زمانی که با پاهای خودت رفتی الان واقعا توی گناه زندگی میکنی، اوکی اون موقع میتونی دعا کنی خداوند من رو کمک کن، من بیام بیرون، واقعا من اینجا گناه کردم، من اونجا با دنیا سازش کردم. فقط اگر تو دعا میکنی و با خدا زندگی میکنی و بیشتر میخوای با خدا در زندگی تو آشکار بشه و در جاهایی قرار گرفتی، مطمئن باش خداوند الان من اینجا هستم و دعا میکنم، خداوند صبر میکنم، منتظر تو هستم. حتی هم اگه اشتباه کرده باشی، خدا انتظار نداره از ما که همه چیز رو درست انجام بدیم. من خیالم هم راحته، من میدونم خدا من اشتباه خواهم کرد، تصمیمای اشتباهی گرفتم، فقط انگیزه من بدی نبود، انگیزه نبود که مرم اینجا خرابکاری کنم، انگیزه من بود که با خدا زندگی کنم، فقط اون تصمیمای اشتباهی گرفتم، چیزای کله شقه هایی کردم، اوکی، و میدونم خدا من این کار رو همین روز خواهم کرد، فقط مرسی که تو منو هدایت خواهی کرد. به تمامی دل خود بر خداوند توکل کن، به عقل خود تکیه نکن، در همه راه‌های او رو بشناس و او راه‌های تو رو صاف خواهد کرد. چشمانو ببندیم و میدانیم که به جهت آنانی که خدا رو دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. عیسی جان مرسی، مرسی خداوند، خدای واقعا اگه بگم دوست داشتنی هستی اونقدر کم گفتم، خداوند خدای عالی هستی، بی نهایت عظیم، زیبا، پرشکوه و جلال، فکر تو عالی، رحمتهای تو بی نهایت زیبا. مرسی عیسی جان، مرسی که برای این کلام که بعضی از این کلام فرار میکنن، که تو گفتی که من سول نوردم بلکه شمشیر، مرسی که این شمشیر رو آوردی خداوند، که سولای این دنیا رو از ما ورداری، که سول خودت، شالوم خودت به ما ببخشی خداوند. ممنون هستیم خداوند، ممنون هستیم که فکرایی که برای ما داری فکرای عالی، شگفت انگیز، زیبا، هدف تو اینه ما رو روز به روز کاملتر کنی، روز به روز خودتو آشکار کنی، روز به روز خودتو به ما ببخشی. خداوند ببخش ما رو در این قسمت که واقعا اونقدر کار صلیب تو رو و این راهی که برای ما رفتی اونقدر فراموش میکنیم و کم میبینیم. ببخش خداوند که ما فقط در حال این هستی که خانه خودمون درست کنیم. ببخش ما رو که خداوند بیشتر با این انسانت کهنه است مشورت میکنیم. ببخش ما رو خداوند که بعضی وقت از این راه هایی که ما رو هدایت میکنی، ما دعا میکنیم تو ما بیا ما رو از اونجا دوباره بردار. ببخش عیسی جان که ما که بدن تو هستیم، قوم تو هستیم، فرزندان تو هستیم، با زبانمون میگیم که پادشاهی تو بیاد، ارادت انجام بشه، فقط با زندگیمون برعکس رو انجام بدیم. ببخش ما رو که تو خودت گفتی کسی که با من نیست در خلاف من است. میبینم خداوند بعضی وقت با زبان یه چیزی میگیم با زندگیمون برخلاف تو هستیم خداوند، با تو جمع نمی کنیم بلکه پراکنده. خداوند مرسی که امروز نیومدی ما رو محکوم کنی، ما رو تسلی بدی و حقیقت رو به ما نشون بدی. هللویا خداوند. او ربا شیری آراد و سست و ستوری آراند و رمسی آراند و سست و ستوری.
میگه تو تجربه هایی قرار گرفتی. خدا در اول قرنتیان نوشته باب 10، هیچ تجربه جز آن که مناسب به بشر باشد شما رو فرو نگرفته، اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه مفری مفر نیز میسازد تا یاری تحمل آن را داشته باشید. خدا امین است. مرسی خدا. لیکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید. مرسی خداوند، مرسی که به ما هویت بخشیدی و ما رو ببخش خداوند. در این قسمت هم که زندگی ما مثل یک پادشاهی نیست، مثل یک شاهزاده نیست. خدا مرسی که امروز هم اینجا هستی که ما را هدایت کنی. من میخوام الان دعوت کنم، اگه خدا با قلب تو صحبت کرده و مخصوصا در این قسمت که میگه که خداوند میخوام خودم رو بسپارم، میخوام واقعا تو تنها همه چیز من باشی با کمک تو، یا اگر در جایی قرار گرفتی و احتیاج داری به تشویق بنا، میخوام دعوت کنم که بتونیم بیاین جلو و اونجا خودتون خالی کنین و همینطور واقعا با تصمیم جدی بتونیم بگیم خداوند من میخوام به تو اجازه بدم با این چاقوی جراحی بیایی و خودم را از خودم آزاد کنی. من میخوام آزاد بشم از خودم.
Thank you.
Thank you.